کابل و تاشکند پنج سند حقوقی و همکاری های مشترک را امضا کردند که این سندها بیشتر در بخش مبارزه با مواد مخدر و مسائل زیربنایی است از جمله مواردی که مهم است و روی آن میشه بحث کرد موضوع انرژی نفت و گاز و حجم تجارت و سرمایه گذاری با کشور ازبکستان و در کل با کشورهای آسیای میانه است و بحث جالب تر از اوی است که آیا میتوان این کشورها را یعنی آسیای میانه را بدیل برای کشور پاکستان در حجم تجارت و سرمایه گذاری و موارد دیگر ساخت در حاشیه خبر با مهمانان روی گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه و کشورهای آسیای میانه و همچنان روی حجم سرمایه گذاری با ازبکستان بحث خواهیم کرد با ما باشید به حاشیه خبر امشب خوش آمدین مهمانان من در این برنامه آقای امانالا غالب موین انرژی وزارت انرژی و و همچنان آقای ازرخش شافیزی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان مهمانان شما را به بحث خوش آمدید میگم آقای آفزی چقدر فکر میکنین که زمینه نزدیکی ما با کشورهای آسیای میانه مساعد است و ما میتونیم در کار تجارت بدیل و جای پاکستان ای کشورها را داشته باشیم به نام خداوند بخشنده مهربان و با تقدیم سلام به شما جناب موین سبا غالب و همچنان بینندگان گران قدر تلویزیون یک جغرافی اقتصادی ما طور واقع است که ما از همه مزیت ها باید استفاده کنیم و این با شما ارز کنم که هیچ کشور بدیل کشور دیگه نیست جنوب آسیا از طریق پاکستان تکمیل میشه با ما رای نزدیک ما با اندونزیان پاکستان است و غرب ما با ایران نزدیک است شرق ما با چین نزدیک است و شمال ما با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان بنابراین دلیل ما جبر جغرافیایی را که داریم تاور است که ما به همه از کشوران نیاز داریم و هیچ کشور ما بدیل کشور دیگه گفته نمیتونیم ولی در شرایط استراری که رویه های نامناسب از طرف امسای خود ببینیم ما با قبول هزینه های زیادتر از یک رای دورتر نظر برای نزدیکتر به غیر از او گزینه نداریم به این خاطر ما مثلا نال خط مستقیم ارتباط ریل بین چین و افغانستان وجود داره از از افغانستان هم به چین برعکس در کشورهای آسیای مرکزی هم ما به شکل انانوی در پالوی هر کدومش بندر داریم مثلا بندر شیرخان، بندر آی خانم بندرش کاشم بدخشان، بندر حیرتان و بندر آقینه و بندر تورغوندی بنادر است که ما را با آسیای مرکزی وصل میکنه و این نو نیست، یا از سابق است و وجود داره و حالا دوام داره کار کنه میریم و در غرب هم ما بندر اسلام قلن را داریم در جنوب غرب باز بنادر میل افتاد را داریم ۷۸ هشته و در این زمان زرنجه داریم و در فرا هم ما بنادری داریم بازارچه ها داریم و از طریق قدار هم با پاکستان و از طریق مشرقی هم با پاکستان و از طریق خوست هم با پاکستان و حتی از طریق بدخشان هم با پاکستان ما بنادر نه چندان مهم داریم آقای افسی یک تا باور وجود داره که ما کالاهای را از آسیای میانه وارد میکنیم و یا از آدرس آسیای میانه از کشورهای دیگه از اینش ارزان تر است شما فکر میکنین که بر ما از پاکستان جنس بیا ارزان است یا از آسیای میانه بر شرق و جنوب افغانستان هزینه ها از پاکستان کمتر است مثلا یک موتر از شما از پشاور بارگیری کنین در چهار ساعت به جلبات میرسه اگر موانی در سر را وجود نداشته باشم همچنان شما اگر از تاشکند بارگیری کنین باز هم در مزار شریف به چهار ساعت میرسه در ده حیرتان دقل ده میرسه یا در پین ساعت شش میرسه اگر از شاجوی ازبک ترمنستان هم بارگیری کنین با قینه به یکی ساعت دو ساعت سی میرسه جغرافی اقتصادی ما یکی از بیترین جغرافیای دنیا است از لحاظ اقتصادی اما اینکه ما برابرداری زو کده نمیتونیم یا هنوز ما ظرفیت سازی نکردیم بر ازو گپ لایدا است اگر نیم این افغانستان کوچک چندین منطقه را با هم وصل میکنه شرق آسیا را با غرب آسیا جنوب آسیا را با آسیای مرکزی و شمالی این کل ما با هم وصل میکنیم و به خاطر است که کشمکش برای بدست آوردن جغرافیای افغانستان بسیار زیاد است دنیا همیشه بوده در طول تاریخ آقای فیزی فکر نمیکنین که حکومت افغانستان خودش به این اندیشه است که بنا به همان ملحوظات سیاسی که شما پیشتر اشاره کردین که بلاک آسیای میانه را بدیل بسازه بر پاکستان نه او خود نمیشه به خاطر گفتم براتون که بدیل اگر مثلا بر سر یک سیاست است که اقتصاد در اقتصاد همه چیز باید سهل ارزان و رقابتی باشه وقتی که شما از یک راه ده هزار دلار کرا میتین و از یک راه دیگه دو هزار میتین بر شما دو هزار ترجیح است اما در شرایط حال ما پیشنهاد به حکومت افغانستان نمی است که اولین کاری که ما میکنیم اگر ما بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم که کدام میتونیم یک سیاست معقول و درست برای حمایت از صنایع داخلی ما باشه و تو حمایتی نیه که بر ما یارانه بده همی که رشوت نگیرن همی که سوء استفاده نکنن همی که موانع خلق نکنن همی که زمین سال آسان بتن همی که تاکس ولدی یا موافقت مالیاتی برای یک مدت به ایس یک کشور نه چندان مساعد بر سر مگذاری بتن افغانستان در بسیار مدت کوتاه مویسان تشریف برد میدانند که حتی ما از لازم برق نه تنها میشیم از لازم مواد اولیه خودکفا میشیم بلکه ما امکان صادرات همین چیزها را داریم طبیعت ما بسیار غنی است نیروی کار بسیار خوب داریم این مالفایی است که سبب رشد اقتصادی افغانستان در کدامدت مدت میشه اگر حکومت ما با عنوان یک دولت مختدر ملی قادر به ای شود که مشکلات درونی خود حل کنه وقت خود را صرف تقسیم چوکی نکنه وقت خود را صرف انجام کارهای بزرگ ملی کنه در اون صورت ما یقین کامل دارم که اگر ما و شما خودمان بدیل واردات داخل افغانستان تولید بکنیم ما اوقدر نیاز پیدا نمی کنیم برای واردات آه برای صادرات خود باز ما راه داریم مثلا راه چابار است که هندوستان میخواه مادن آجیگه که یا بعضی مادن دیگی ما رو بگیره که اوجا پانزه میلیون تن و بیس میلیون تن است او در موتر نمیشه یا خط آهن باید باشه یا رای دریایی بزرگ باشه این کار ما کده میتونیم آسیا مرکزی هم برای ما کلی رایش بسیار مهم است هر یک از این کشور ها سرادمند است ترکمنستان سرادمند است اوزبکستان سرودمند است، تاجکستان هم منابع آبی بسار و برق زیاد داره. می ما به عنوان کریدور بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و آسیای شرقی و غربی نقش ترانزیت را که نقش تاریخی ما به درستی ایفا کنیم. سپاس گزار. آقای غالب، سفر که هدیت اوزبکستان به افغانستان داشتن چقدر در بخش انرژی روی مسائل مهم از جمله انتقالات که باید برق وارد شود و یا صادر شود و این موارد و ساختن بندهای آب و گاز و نفت بحث شده تشکر تشکر شما به جزی جواب رئیس سلام به همه بیننده های تلویزیون یک ما خود کمیته تکنیکی که ما پیش با ازبکستان رفتیم از وان بودیم و تیم تکنیکی که در بخش امروز آمده بودن بحث های پروتکل هایی که یک پروتکل امضا شد قبلا در ازبکستان یک از, از بخش هایش بخش انرژی بود باز پولیش نفت و گاز و ترانزیت و گپای کوانستان میخواهی داشته باشه زیاد زات بود. یک بخش انرژی را هدف است که ما بخوایم که یک پلان خودکفایی انرژی خودی که داریم روزی میخواهیم برسیم رول همسایه بوت چی گفت میشه یک سر از این بحث کردیم که فرض که ما داشته باشیم ازبکستان چطور میتونیم که راه ترانزیتا وصل مسلک با کوریدور وتن بساب مال گپا پس برق وصل کنیم به این کوریدور که ما دو راهی های شبکهای مشترک شبک شبک مشترک ساختیم این را که چون باز کردیم و اونا میتونن که از پول بدیلی که به ترانزیت با, با ما بدست از برقش روی بنابرای داخلی خود خودکفایی پس مصرف شوه دوم روی برنامه بزرگی که حکومت وعدت ملی دارن که به خودکفایی پس می برسیم به سکتور انرژی خوستن هم تو به با بندها و بخش آب که با باشه ما می خواهیم که می مشکل فعلا در که موجود است از نگاه تدارکاتی، از نگاه تجهیزات، از نگاه کیفیت، استاندارد یا ما اگر بتونیم که ازبکستان بسیار کشور خوب بهتر به ما باعث یک گدام یا باعث یک استور باشه که ما میخوایم در پنج سالی پلان خدا پیس پیش خریداری شود که پروژه را دیگه تخیل نشه استاندارد کالتی ما میخوایم مشخص سازیم که کمپانی های ازبکی رفتیم که دیدار کنیم از فابریکای شان بسیار فابریکای بسیار خوب خوب تر هستن از اینکه تاجر مصاب یا شرکتی که برنده پروژه میشه از چین و ترکمن از ترکیه و دیگه کشورها مال بیارن ازبکستان بسیار خوب است حال خط آهن قبلا یک مشکلی که دا وجود داشت که مال تاجر باید پایین میشد در کشتی باز کشتی پس بار میشد بسیار یک مشکل جا بود روی تفاهم بک پیش پیاده دولت بود که اونا قبول کردن که به خود ریل باید انتقال بیفه ایره نال برق قیمت بسیار ارزان میشه با ما قیمت پایین میره ما میخوایم که فابریکاتی که ترکمنا از ها در خود وجود دارن یک پارتنرشپ بین با افغانستان هم داشته باشن چون ما تشویق شما میکنیم اگه فابریکه ایجا باشه بسته بندی ایجا شوه با ما بسیار به زمان کم بسیار خوب و کیفیت خوب ارزان میفته دوم گفت مشکلی که در بخش سکتور انرژی ما داریم قیمت می پروژه است که خط انتقال لاین برق و طرفی بدارن. اگر یک سنت هم ما بتانیم که ازبکستان قائل شود که کم بیه سالانه میلیون دلار فایده میکنیم از این خاطر ما اونها تشویق داشتیم که شما به روی سرمایه گذاری در افغانستان پروژه های سرمایه گذاری چون پروژه خودکفایی آماده است پروژه ها مشخص است اگر ما روی خودکفایی بشیم و ترانزیت نشه مجبور از ازبکستان بخش باز دیگه نمیخریم از این خاطر که باشند که شرکت های تشویق شون نا که بین در پروژه افغانستان در داخل خاک افغانستان کنند ما پروژه را در 25 خوبتر با اونا میشه داده بتانیم کنها بلند آقای غلب چقدر از های ازبکی توافق کردن برای کار در افغانستان و برای تدبیق پروژه های بزرگ زیر بنایی در بخش انرژی و سکتور انرژی قبلا اونا یک دید کوچک داشتن صرف فکر میکنه 2002 تا صرف فروش برق بود که 200 300 مگاوات برق که ما میخریم 100 میلیون سالانه اونا به می دید داشتن ما را کوشش کردیم که سکتور برق افغانستان یک مارکت 2 یا 3 میلیارد دلاری است دیگه کلش میتونید شما سرمایه گذاری کنیم. نه از فابریکات تا, تا, تا گفتم در بخشی که ارتقای ظرفیت که این را از بخش انرژی برشنان تقریب کنند از اون خاطر اونا علاقه زیادتر و خوبتر دارن کمپانی هایشان آمدن تفاهم نامیک در دولوی مادر ماده هستن برشان روان شده است اونا در کلش از طرفی که مپیشنات ما کنیم آماده سرمایه گذاری صرف امی راه های قانونیش هم فیلن که بانده قرار بود به می تفاهم نامه امضا شده که اونا سر روی بود حقوقیش از طرف وزارت عدلیه روان شده است کل بادا سر خط آهن است زغال سنگ است و از برق هم. یک پکیج هفت هشت ماه تفاهم نام است قرار است که رئیس جمهور که انشالله سفر بسیار نزدیک به خود ازبکستان داره باز حقوق خراشا اوج به خر امضا میشه باز خود مارکت خود که بیاین سرمایه گذاری کنند در سکتور انرژی و خودن تجهیزات و فابیکات خود بیان به افغانستان و ما بسیار سودمند است و ان شاءالله امیدوار هستیم که بسیار زود یارسا د سوارده خوبی داشته باشیم از این خاطر ما پروژه های مشخصی داشتیم از دید افغانستان پروژه چراغ های کم مصرف پروژه مثالش که فیلم در دوتل کو کنو باش بین ببینن مارکیت ها. خط انتقال لین که از, مزار مثالش میره طرف کابل کابلو است حتی خط انتقال ما گب روی ایک کاریدور دو کاریدور امدر ما کسشان گب سر پروژه کوچک گفتیم نمیخواییم کاریدور انتقاله یکی مثال خط ریل که جور میشه از خود مزار به هرات هم خط ریل میباشه پولیش لین خط 500 کیلو باید باشه روزی صورت گرفت و پس از هرات میره طرف قندهار و طرف خود چابهار خط انتقال لنگ کاریدور دوم است که شم اقتصادی شمال جنوب غرب یاد میشه ام پولی خط انتقال یک خط 500 کیلووات برق هم نیست میشه کنار خودت ما تشویق اگر کوتا اشاره, اشاره کنین که با کشورهای دیگه در عوضه آسیایی میانه هم روی مسائل بست شده؟ روی مسائل انرژی صد صد که نام داریم از مارکت خط ترکمنستان تو مملکت فامنه می دراز چون مارکت ازبکستان فعلا بیشترین برق ما را ما 300 مگاوات از, از ازبکستان میخریم و تا... یک تکیه بسیار کلان سرازی و تجهیزات و کیفیت که در ازبکستان است فابریکایش که به استاندارد بلند بسیار پیشرفته هستند از خاطر ما کوشش میکنیم که ازبکا رشته و رابط خوبتر داشته باشه هم با سکتور انرژی هم با سکتور دیگه که سرش بحث شده می جانبان که ترانزیت است مگر این کارا را از طرف حکومت ولایت ملی به یک دید دو جانبه می بینیم مایره ما بدیلش که رئیس جمهور همیشه تاکید کردن که امروز هم جلسه بودن اجازه افغانستان تاجر افغانستان مال افغانستان از طریق ازبکستان به قزاقستان و چین و روس باشه اگر اجازه بتن مال مستقیم بتونن ما اجازه میتیم که اینا فعلا مال کلا میرن از طرف با پاکستان فرم پختر مثال شکل میکنم برای مثالش میگرن اونا میبرن از طریق ترکمنستان و ایران به پاکستان یا به هند ما میتونیم که از طریق افغانستان بیان در ظرف 45 روز میگره در ظرف 5 روز میتونه که از طریق افغانستان برن ایره به صورت برشان ما موافق هستیم میشن کمپار باشه که جانبه باشه که هم تر قیمت ارزان تر به با ما باشه که فروش برق از کنن بیان کنن در بدیلش ما مشالا هم ما باشم اکسس میتیم تا اونا هم از خود میتن از این خاطر در بخش زراعت و صحت و خط آهن و, و سرکا بحثایی صورت گرفته که سپاس گذار باید یادآور شوم که امکاران ما از وزارت خارجه و مخصوصا از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان بار بار تقاضا کرده بودند که در این میز حضور می داشتن و روی موارد و توافقاتی که امروز میان افغانستان و ازبکستان صورت گرفت صحبت می اما دلیلش مشخص نیست که یکی از سخنگویان این وزارت حضور پیدا نکرد وقفی کوتاه می گیریم دوباره برمی کرد. دوباره خوش آمدین ادامه بس آقای آویزی چرا حکومت افغانستان بیشتر تمایل گرفته که با حکومت جدید ازبکستان رابطهش را نزدیک کنه و مخصوصا در بخش تجارت و سرمایه گذاری و بالاخره انرژی یکی خو امی منتالیتی یا ذهن سیاست مدارا خودش میتونه که ممد روابط شوه یا مانی روابط شوه ای رهبری جدید اوزبکستان نسل دومی است که اینا در یک اوزبکستانی آزاد و مستقل جدا از اتحاد شوروی و جدا از اقتصاد متمرکز دولتی اینا بر روی کار آمدند به این خاطر تفاهم با اینا آسانتر است نظر به کسایی که در گذشته اینا در نومکلاتور کمیتی مرکزی از به کومونیست بودن و اینا از نوجوانی تفکر و اندیشه اقتصاد متمرکز دولتی را داشتن نسل دوم یک ذره باستر و دوستانه تر با مسائل برخورد میکنه و بدون تعصب ایدئولوژیک به ای خاطر ما فکر میکنم که جوانایی که نو آمدن در اوزبکستان به سر قدرت اینا تجربه گذشته هم دارن کمبودا و نارسایی را که شیوه برخورد و رهبری قبلی از یا مدتی که خلق کرده بودند و ترس یک رقم پنهان از درهای باز داشتند اینا رو کمتر دارند و تجربه خود از اونها آموختن و حال اینا با سه صدر بیشتر و با حوصله و با ظرفیت بیشتر آماده همکاری هستند آقای فزی یک تو از مشکلاتی که اونواره حکومت افغانستان و بالاخره حکومت های گذشته در افغانستان به او مواجه است که پروژه های زیاد, زیاد زیربنایی وجود دارد که در افغانستان باید تطبیق شود ولی دلایل داخلی ما مثل جنگ و ناامنی باعث شده که مانع شود حالا حکومت افغانستان از این پس قادر به این خواهد بود که همین پروژه های بزرگ را عملی بسازد و فکر میکنین که همین ظرفیت وجود دارد در حکومت افغانستان که همین پروژه ها عملی شود ظرفیت استفاده نشده هم در جامعه ما و هم در حکومت ما بسیار است ولی چند مشکل اساسی به نظر ما هست یکی که رشد اقتصادی در کشور نیاز به یک دولت مقتدر ملی داره در دنیا شرکای متعدد میان یک حکومت می سازن وقتی که یک به سراسری نباشه یک جریان فراگیر ملی نباشه چندین حرکت تفاهم میکنن با هم میان میخوان مملکت اداره کنن ولی اینا در مقدم اول یک کوالیشن داکومنت یا یک سند اطلاف یا سند همکاری را امضا میکنن اینا مفکوره های حزبی خوده، مفکوره های شخصی خوده کنار میگذارن با یک تفاهم کلی مثلا اگه مرکز قدرت باشه اینا تفاهم میکنن بین خود که خطوط اساسی وظایف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی را که به مملکت ضرورت است و ایجابات روز است امور توافق میکنند که ما اینی کارا رقم می کنیم اینقدر مثلا ما شما بیش از 40 درصد فقیر داریم با فقر این رقم مبارزه می کنیم کلشان به یک نظر در موارد سیاست کادری خود شایسته ترین ها را میاریم مهم نیست که با کدام زبان گپ میزنم مهم نیست که به کدام مذهب معتقد است اینجا شایسته سالاری باید باشه ولی دولت ما متاسفانه بنا به مشکلات و جنگ هایی که در سالها داشتیم در دیگر دنیا دولت ها اول برنامه خود مطرح می ساختار خود مطرح می تیم خود مطرح می بعد از اون میرن به طرف انتخابات و میخوان قدرت بگیرن اشخاص و افرادی را که در حکومت می در معرض قضاوت مردم قرار می نزد سنجی می که فلان نفر که فلان وزارت تقاضا کرده می از حمایت مردم برخوردار است مردم گپای زیر می گیرند از این حمایت میکنن یا نمی این خودش چقدر تبارز می در جریان مبارزات انتخاباتی چی برنامه اقتصادی را مطرح می چی برنامه اجتماعی و فرنگی را مطرح اولین خواهش ما از دولتی است که حالا خوب هر صورت اینا در رأس قدرت قرار دارن. اینا دو نیم سال وقت ملی را صرف تشکیل کابینه و صرف تکمیل نومکلاتور دولتی کردن اینا بعد از این مفکر میکنم یاله یعنی مامو چوکی ما در سازمان تجارت جهانی خالی است این کشم ها از کی بره و کدام تیم تعلق داشته باشم دولت اگر سر از این مشکلات خود غلبه حاصل کنه به عنوان یک تن واحد به عنوان یک گروپ متحدی که البته از یک پلورالیزم سیاسی برخوردار هستند از گوش های مختلف و از دیدگاه مختلف جمع شدن این خوب است بر تبارز دموکراسی ولی اگر اینا با هم, هم هنگ نباشند اگر اینا سر یک سسل مسائل مشترک عام ملی توافق نکنن این سبب زیای وقت میشه، سبب پراغندگی میشه، مانع کارها میشه در قدم اول ما ضرورت به یک دولت مختدر ملی داریم که از یک گریبان سر بدر بکنن و اینا یک جای کار کنن با هم متحدانه کار کنن. و بعد از اون سکتور خصوصی به اعتماد میکنه خوشبختانه افغانستان از امکانات بینهایت زیاد برخوردار است مثلا در افغانستان در گذشته کل سرمایه سکتور خصوصی افغانستان به یک میلیارد دلار نمیرسید حال ما آدمایی داریم در دا سکتور خصوصی که یک میلیارد دلار یک نفر داره و یک سروی که ما وقت رئیس متاق بودم یک سروی کرده بودم 150 میلیارد دلار افغانای ما پول دارن یعنی حال یکی از سرودمندترین گروه اقتصادی را که در مجتمع در 51 کشور از افغانا دارن مثلا ما شما در جبل علی صادراتی داریم که از حجم کل صادرات داخل افغانستان که زیادتر است فابریکای که ما در دا جبل علی داریم در دا 51 کشور صادرات دارن و امین هیچ دولت خبر نداره که ما در کجا مثلا ما فابریکی سیگار صادرات دا داخل افغانستان نداریم لیکن در پدمسکوا یا در اطراف مسکو در لیلینسکی میگن یک جای اونجا ما فابریکه تولید سیگار داریم و از اونجا با کل کشورهای شوروی سابق در 16 جمهوریت ما سیگار صادر میکنیم اما از یک افغان است آقای فیزی حالا چگونه امکان داره که دولت افغانستان این سرمایه های را که بگونه فرار هستند دیگه در بیرون از افغانستان هستند بیار داخل و روش کار کنه نیاز است وقتی ما میخوایم چرخ اقتصادی ما رو قوی بسازیم پس بس چرا سرمایه ها, ها هر روز بیرون بره باید داخل باشه خوی خو خو یک منامه میره اکانومیک یا وطن اقتصادی مانده یا دست خالی رفتن از افغانستان نه زمین کس غصب کردن نه رشوت خوردن نه اختلاس کردن نه راه گرفتن نه آدم کشتن و صد میلیون دلار پیدا کردن پینجا میلیون دلار به اساس عقل خود به اساس زحمت خود پیدا کردن و با مو دولت هم که یا ای کردن با اون مالی هم دادن محصول هم دادن نیروی کار هم در اوجا استخدام کردن اینا را با اینا خودشان به افغانستان سالا قدرن دارن بساری که سیس خارج پیدا کردن و اینجا خانه خریدن هر کس خانه خود آباد کنه گوشی مملکت آباد کرده ولی ما برنامه های دولت و عمل دولت که برنامه است آدم در قاغذ بسیار خوب نشته میکنه در بالا میمونیش لیکن وقتی که شما ایره در عمل پیاده کردن نتانین و اعتماد ملت افغانستان و اعتماد جامعه سکتور خصوصی داخله و سکتور خصوصی را که در پنج کشور رقابت میکنند در منهاتان هم ما و شما رقابت کرده میریم همیال مثلا دو بازار مسکو ما رقابت کرده میتونیم همیال میوه و ترکاری توزیع ترکاری و میوه مسکو 60 فیصد پیش افغان است این هیچ کس خبر نداره حکومت به می ترتیب ما در چین در گوانجو در یو در بیجنگ در اورومچی و د کومینګ و د چندو یک جای میگن د اینجا ما مجتمعی تجاری داریم که شاید در هر مجتمعی 600 میلیون 200 میلیون دلار بیشتر سرمایه دورانی داشته باشند از این نمی چین افغانا مال میخرن میبرن در اروپا میفشن از این نمی چین ینا بود فرمایش میدن در امریکا میفروشن لازا تجارت در مغز مر... خون مردم ماست بر از ما شما در افتاز سال گذشته اکثرا تاجر باقی ماندیم تمدن های ما تمدن مبادلهی بوده تمدن تولیدی نبوده لیکن ل... ازیب باید یک دولت پی باشه که اول این گپ بفهمه آقا باشه اینا یک چیزای ترجمه ای را میارن از یک سایت انگلیسی یاد دارن تق تق میزنن میکشن از گواتیمالا را میارن که واسه تطبیق کنه تو واسه اول اواز بشناس تئوری انطباقی نظام اقتصاد بازار شرایط واسه تا بال نوشته نشود این 16 سال خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا بال معلوم نیست چند دولت آمده و رفت یکیش نداشت خود اول میگفتیم برو در بنی آمادگی نداشتن جنگ بود در مملکت حال خود چندین دفعه انتخابات شد دیگه باید ما در شرایط فیلی یک برنامه مدونه بر رشد اقتصادی داشته باشیم سپاسگزار آقای غالب یک تا از موارد داره که ما امروز آقای افیزی هم به او اشاره کردم بحث زمانت های امنیتی و سیاسی بر همین تطبیق پروژه هاست حالا حکومت افغانستان همین تعهد مثلا به کشور ازبکستان داده که ما تضمین میکنیم اما امنیت را با پروژه عملی خواهد شد و چند تا پروژه شما به دلیل مسائل امنیتی تا حالا تطبیق نشده خ اه دا باش پروژې امنیت کې فروج فلندا افغانستان اس یو بودیجېش موجود اس و کار پش مېره متاسونه خوشبختانه از طرف امنیت نکوم موانئ مشکل نامله به معجزه کار ټول خورده مګم د ساحات نوامن مثلا کج کی وری د قلدز وری د ساحات کې لایخت انتقال جنګ پروژه الحمدلله باش پروژه انرژي همشه موافق بوده او سو و تونس همکاري خو مردم استان پروژه انرژي آب کا سردویش بمان منف... خپل محل به هر حکومت کې بیا یو یەک منفیت خوده مردمی درنه ځخود ټول م باندې نشته دا را موږ سر بود تزمين اهميتي یا اقتصادي کې سرمایه‌ګزار به روی زو غبزلیم صرف فزیکي اهميتي فزیکی کوم مشکل نه را او تاثیر زیات درنه مو پنځه تفهمنامې کوم زو کډیم په سکتور خورشي یو ځیرتای بو نیم کابل کې رشد داریم به این سرمایه گذاری شود چون اگر راه بدیلی که خود کفایی انرژی باید میخوایم برسیم با همکاری سکتور خصوصی میشه اگر ما بتانیم زور برق سکتور خصوصی بسازیم از این خاطر پروژه کجکی را و گازک گاز اک مدن گاز هستن مزار و چی؟ در سطور خوصی اونا های تزمین مالی میخواین تزمین مالی را ما کش داریم کاله به همکاری خود بانک جهانی اونا وزارت مالیه را تضمین میتن وزارت مالیه باز خود کمپانی یا پروژه را سرمایه‌گذار تضمین میتن با این تضمینی که با دولت میتن کمپانی میتن که برن قرضه یا چیز پروژه‌ای که به نیاز ضرورت از پول از بانک های جامعه جهانی جامع بین المللی برن بلکه تمرکز ما فعلی سر خود می قسمی که رئیس پدن که سرمایه داخلی افغانی بسیار زیاد است تمایل بوده از طرف سرمایه داخلی؟ اونا بسیار زیاد علاقه پروژه گفتم که بیشتر یعنی چهار پنج پروژه دیگه ما میل در روی مذاکرات روان هستیم که سرمایه گذار بیان صرف یک یا دو پروژه عملی اونا منتظر هستن بیان که اگر عملی یور شوه مطمئن هستم را باز میشن و این مشکل فیلن که اگر چیز چالش ما داریم در بود تزمین مالی هستن که حکومت سارنگرنتی یا تزمین حکومتی مشخص نمیتن از او خاطر ما کنش کنیم اگر تزمین بانک جانی باشن پروژه ای را بیاریم یک بدیل ما بس از تزمین قسمی آوردیم که پروژه قندار در میگاوات در جی آفتاب هستن ایواز دو گفتیم که اینا دا پروژه بین پول پروژه را بتن به 50 شما بتین 50 سکتور خصوصی سرمایه گذاری میکنن اون موفق شده کمپانی هندی که با جوینت افغانیس پروژه را است ان شاء الله ظرف جواز خلاصن که جواز آیسا را بگیرن و کار عملی شروع میشه اینی هم خوش تضمین مالی که خود دونر که کت کات یو بین پروژه باشه میشه نال پروژه بانک جهانی پروژه بانک آسیایی دا. با داریم که کمک میشه در بدیلش دولت باید از امنیتی شد کسرش کار داریم که تفاهم نامه که توزار داخل است زمین دولت میتبرشان مالیات را کش کردیم که چیز کمتر باشه بتن و یک بنامی که خود شرکت برشنا جور کردن که پول پیش پرداخت که فعل ما به کشورهای همسایه میپردازیم ماهانه است ریکارد سای کنید در چند سال اید باقی نبوده است اید پس نمانده پول دادیم تشویق است از او خاطر ما یک بنامه ستند بایلیت آف یا پایستری تزمین کش پرداخت در دا بانک های از بانک های که حتی کمپنی خوش میکنند یک ساله پول شما جات از بین پیشکی بر شما و او که اگر تاخیر بفتد در تعویض پولش او را میتونن که از بانک سکین پیسی خواب بگیرن روی زینی میگه پا ما کوشش کردیم که جلب سکتور خصوصی داشته باشیم در دا 7 8 پروژه یک فعلا زیر کار است طریق سکتور خصوصی است و یک برنامه‌ای که ما تا خود که کفایی داریم پیشتر چون شما گفتین یاد کردین سبا یک دونر کانفرانس کلان داریم که کل دونرام به ترکیب بروسل گفتیم اونا چی تعهدات داشتن در بروسل سه تو انرژی چی هست سبا وزارت خارجه هست دو تا چهار ما میخوایم اصلا 30 40 درصد پروژه را به سکتور خصوصی باید بدیم چه, دونر چه که دونر میتن ببینیم که چه قش امو پیشا کردم که دونر شریک ش... باشه یا سکتور خصوصی پروژه های بسته هایی که به سکتور خصوصی خوبتر است جاهایی که امن است جاهایی که میتونه زودتر تطبیق شه به 100 مگاوات نقلوز آماده شده است و مشخص هستم که یک دو پروژه ما که تفاهم نامه امضا شده است دو پروژه به حالت پیشتر رفته عملی... چند تا هم. از پروژه های زیربنایی در بخش انرژی در حالت خودکفایی یعنی در مرحله است که بلاخر از او استفاده و بهره برداری شد یعنی در سال جاری امکانش است که از او استفاده شود خب از سکتور خصوصی خود نو کار شروع میشد تو نو یک نو است که در حدود 100 مگاوات برقی که قبلا رئیس هم گفتند که ما تقریبا کارایش زیر کار هستند مثل پاردی پنشیر از در منوگه در شورابک بدخشان است سروبی خلاص شد چی میباشن کجا که جای یک مگاواتش خلاص شد برداری شده است. از خود سلما و خلاص شد دو مگاوات ظرفیت تولیدش است این یار در مجموعه که ما جمع میکنیم صد اکثری مگاوات برق زیر کار است پروژا یکی بسیار تولیدی است پولوی از که قرارداد آلیدی شده درود 20-25 مگاوات برق است آفتابیز به قندار هستند، اسناد دا تارکاتیش دا خلاص شده است به پروژه سی مگاوات دوازه مگاوات در فراس در ولایت فراس سوله رسه و امشالله که آخر امسال پروژه عملی بیشتری از سکتور خصوصی هم که تفاهم نامه داشته است روی عملی کار کنیم و دو پروژه بزرگ مثل پروژه باغدره را و پروژه قلعه ممر و یک زغال سنگ اسناد دو طلبی علاقمندی سکتور خصوصی را اعلان است که انشالله زودترین فرصت و ما و در پولیش یک برنامه دیگه ای کار داریم که ما ارزا و تقاضا رو شروع کنیم چطور کنیم که مصرف کم بیاریم از اون خاطر یک برنامه به نام برنامه, برنامه روشنایی وزارت در جواب رشنال ایجاد کردیم که میخوایم چراغای تبدیل کنیم چراغای کم مصرف LED باشه این یا میتونه که زایات لاین در برق کس اونا کم میشن و مصرف بزرگترین مصرف کلنده فرند خانه هست گرم کردن خانه هست خانه قسم که جور میشه زیاد مصرف برقی که ما گرم میکنیم 60 درصد برق پس مصرف خود پس خانه گرمی رو بیرون میره چون کیفیت خانه نیست نونیت است کانکریتی بودن کیفیت ما نمیده چطور آیا خوبتر باشه روی برنامه کلانتر کار داریم امیدوار سپاس گذار کمک زیادتر آقای فضی، اگر بسیار کوتاه اشاره کنین شما با عنوان اتاق تجارت افغانستان پیشنهاد هم برای حکومت داشتین در بابت جلب همون سرمایه گذاری های سرمایه که بیشتر گفتین سرمایه در بزرگترین کشورهای دنیا است بله اه ما با دولت اما سیف کردیم وضعیت موجوده و بارها از این تریبون شما هم گفتیم که اقتصاد ما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک خارجی است و ای با قطع کمک ها اقتصاد سقوط میکنه بنان با استفاده از این فرصت باید ما اقتصاد ملی افغانستان را تاسیس کنیم و راهش هم گفتیم به طور مثال ما مادن آهن داریم باید آهن تولید کنیم ما با اساس سنجش های قبلی شوروی ها 23000 مگاوات برق قابی داشتیم که با تکنولوژی روسی عقب مانده بود با تکنولوژی جدید پیشرفته که از او ها 6 سال تیر شده ممکن است که مویس بهتر می فهمه شاید 50 هزار مگاوات برق خرد و کلان ما برق آبی داشته باشیم و اگر یکونیم میلیون دلار فی مگاوات برق شما فرصت سرمایه‌گذاری حساب کنین 75 میلیارد دلار فقط در سکتور برق آبی ما با پول ضرورت داریم اگر دولت یک برنامه مدون داشته باشه ان الله افغانستان به بسیار زودی پیشرفت ترین کشور منطقه میشه سپاسگزار از حضور شما مهمان ها در بحث و سپاسگزار از شما بیننده ها که این بحث را سمیمانه دنبال کردن تا بعد خدا نگهدار